از بهمن 98 شروع کنم، یعنی همون تاریخی که تونستم تو ماراتون دبی رکورد ماراتون زنان ایران رو بشکنم و اولین خانم ایرانی باشم که تونسته ماراتون رو زیر 3 ساعت بدوه. 4 ماه قبل از اونم تو آمستردام تونسته بودم رکورد هاف ماراتون زنان ایران رو بزنم و الان رکورددار ماراتون و هاف ماراتون زنان ایران هستم. این داستان یه تلاش 18 سال است، یه مبارزه با محدودیت‌های فردی و اجتماعی که داستانم از فروردین 81 شروع شد با یه تصادفی که منجر به شکستگی مهره‌های گردن و کتف و لگنم شد. تمام اون مدتی که رو تخت بیمارستان بودم و بعدش هم اون 2 ماهی که استراحت مطلق بودم، آرزوم این بود که بلند شم و راه برم. از همین جا بود که جنگیدن شروع شد. پا شدم، اول با واکر راه رفتم و بعدم با عصا. دکتر گفته بود آب درمانی خوبه، شنا و آب درمانی رو هم شروع کردم. اینقدر جنگیدم، اینقدر شنا کردم که مدرک نجات غریق و مربیگریم هم گرفتم. اون زمان من انترن بودم، انترن پزشکی بودم. بعد از تموم شدن درسم همراه با امیر همسرم به یه شهر کوچیک مرزی رفتیم برای گذروندن تهر. اونجا اصلا استخری برای خانوما نداشت. چی کار میکردم؟ یه تردمیل گرفتیم، رو تردمیل راه میرفتم، بعدم کم کم روش میدویدم. بعد از 2.5 سال که برگشتیم تهران، کوهنوردی هم بهش اضافه شد و هر هفته با امیر میرفتیم قله توچال و چندین بارم قله دماوند رفتیم. اینقدر به این دویدن معتاد شده بودم که بعد از به دنیا اومدن دخترم، به محض اینکه پزشک اجازه داد، شروع کردم دویدن رو دوباره شروع کردم. الان دیگه یه مادر بودم، کارم توی مطب رو هم داشتم. قبلا هر وقت دلم میخواست میرفتم رو تردمیل و میدویدم، الان نه، کوه هم مثل قبل نمیتونستیم بریم. جای خالی دویدن تو طبیعت و کوهنوردی رو خیلی حس میکردم. این بود که شروع کردم به دویدن تو فضای آزاد و اینقدر برام لذت بخش بود که دیگه تردمیل رو فراموش کردم. اینقدر برام لذت بخش بود که دیگه با تردمیل خداحافظی کردم. اون موقع دویدن خانوم‌ها توی خیابون و پیاده رو و پارک خیلی پذیرفته شده نبود و جنگیدن با باورهای محدود کننده جامعه از همه چیز برام سخت‌تر بود. همه ما خانوم‌ها تو موقعیت‌های مشابه قرار داشتیم، گاهی جنگیدیم، گاهی چشم‌پوشی کردیم، گاهی همرنگ جماعت شدیم و گاهی هم خودمون جزی از اون سنت شدیم. ولی هممون میدونیم اگه بخوایم تغییر ایجاد کنیم، باید به خودمون و جنسیتمون باور داشته باشیم، باید به هدفمون ایمان داشته باشیم و براش بجنگیم. منم عاشق دویدن بودم و جنگیدم، هر روز میدویدم. یه روز تو کلاس زبان معلممون از تجربه شرکتش تو ماراتون لندن گفت، از سختی فوق‌العاده 42 کیلومتر دویدن و حس قشنگ خط پایان. دیگه دویدنم جهت دار شد. تصمیم گرفته بودم یه ماراتون شرکت کنم. اولین مسابقم دبی 2015 مسابقه 10 کیلومتر بود. از همون اولین بار مسابقه برام مثل میدون مبارزه بود. طوری می دویدم که تو خط پایان از 100% توانم استفاده کرده باشم، از حد اکثر توانایی خودم. وقتی تو اولین مسابقه بین 4000 نفر جز 10 نفر اول شدم و تو گروه سنی خودم نفر دوم شدم، مصمم‌تر شدم و بیشتر مبارزه کردم. مسابقه دوم 10 کیلومتر استانبول 2015 بود. رفته بودم که اول بشم، اولم شدم. دیگه میدونستم وقتشه که برم دنبال همون چیزی که تو رویا میدیدم، یعنی یه ماراتون واقعی 42 کیلومتر. تو همون اولی ماراتون فهمیدم که این همون چیزیه که دنبالش بودم، یعنی دویدم با حد اکثر توان، مخصوصا از کیلومتر 35 به بعد که مبارزه با ذهنت به حد اکثر میرسه.
وقتی که تک تک سلولای بدنت بهت میگن بس دیگه، وایستا، ندو، ولی تو ادامه میدی برای رسیدن به هدفت، تو ادامه میدی به خاطر اینکه از این مبارزه داری لذت میبری. این مسابقه همون ماراتون پاریس 2016 بود که من تونستم تو 3 ساعت و 13 دقیقه تمومش کنم. 3 ساعت و 13 دقیقه که لحظه به لحظش برام یه تجربه منحصر به فرد و لذت بخش بود. اون موقع رکورد ماراتون زنان ایران 3 ساعت و 12 دقیقه بود و من کمتر از 1 دقیقه با شکستن رکورد فاصله داشتم. بله، هدف بعدی مشخص شد، شکستن رکورد. و 1.5 سال بعد تو ماراتون دبی 2018 رکورد رو زدم با زمان 3 ساعت و 10 دقیقه. هدف بعدی مشخص شده بود، رکورد ماراتون زیر 3 ساعت. دوست داشتم اولین زن ایرانی باشم که ماراتون رو زیر 3 ساعت میدوه. میدونین اگر از صدایی که تو ذهنمون ساختیم بتونیم بگذاریم، صدایی مثل سن، جنسیت، ترس از تغییر و هزاران صد دیگه، اون وقته که میتونیم شروع کننده خیلی از تغییرات باشیم. فقط کافیه به هدفمون ایمان داشته باشیم و براش مبارزه کنیم. تو همین مدتی که برای ماراتون زیر 3 ساعت تمرین میکردم آسیب دیدم. استرس فرکچر ساق یا همون ترک خوردگی استخون به خاطر ضربات و فشار تمرینی شدید و مداوم. اینجا بود که مبارزم مدلش عوض شد. گاهی استراتژی مبارزه صبر میشه، برگشت به عقب و ریکاوری و شروع مجدد میشه که به نظر من یکی از سخت‌ترین قسمت‌های مبارزه است. گاهی واقعاً از تحمل آدم خارجه، مخصوصا وقتی که همه میگن خوبه دیگه، رکوردم که زدی، بسه، صدمه نزن به خودت. اما اون هدف قبلی بود. این بود که صبر کردم برای بهبودی و بازگشت به تمرین مجدد، ولی این بار با انضباط تمرینی بیشتر و بیشتر. هدف سختی بود، ولی مبارزه براش خیلی لذت بخش بود. هدفم رو خورد کرده بودم. مسابقه این بار 10 کیلومتر بود، دبی 2019 و یه رکورد عالی. حالا نوبت ماراتون بود، ماراتون پاریس 2019. زمانم 3 ساعت و 2 دقیقه شد. هنوز باید می جنگیدم. شدت تمرینی بیشتر و انضباط بیشتر و بیشتر. اینجا بود که فهمیدم زندگی مثل یه کوهستانه. از یه قله بالا میری و تازه قله بعدی رو میبینی. باید بیای پایین که بتونی از قله جدید بالا بری. این کلیشه انسانهای موفق که ما مدام تو سر هم میکوبیم اصلا وجود خارجی نداره، چون هر آدمی مدام بین فتح و شکستهای مختلف در رفت و آمده. دوباره تصمیم گرفته بودم هدفم رو کوچیک کنم. این بود که برای هاف ماراتون آمستردام 2019 آماده شدم. فکر میکردم یه 21 کیلومتر سرعتی میتونه خیلی بهم کمک کنه برای رسیدن به هدفم. نتیجه عالی بود. رکورد هاف ماراتون زنان ایران رو هم زدم با زمان 1 ساعت و 22 دقیقه و 25 ثانیه. دیگه میدونستم و مطمئن بودم که به هدفم خیلی نزدیک شدم. 4 ماه بعد ماراتون دبی 2020 و زمان 2 ساعت و 54 دقیقه و 25 ثانیه. خیلی شیرین و لذت بخش بود. و هدف بعدی، چقدر خوبه که بتونیم مبارزه کنیم و از مبارزه صرف نظر از نتیجه لذت ببریم. مبارزه با محدودیت‌های فردی و اجتماعی، مبارزه با حوادث و اتفاقات. اگه همیشه هدفمون جلوی دیدمون باشه، حرکتمون به سمت هدف خواهد بود، گاهی تند، گاهی آهسته، حتی گاهی برگشت به عقب و دوباره شروع کردن، ولی برایند حرکت به سمت جلو خواهد بود. بیایم از شکست نترسیم، حرکت کنیم. ما در قدم اول برنده ایم.